نیروهای نیروهای اسرائیل کنترل گذرگاه مهم رفع در مرز غزه با مصر رو به دست گرفتن حملات هوایی در این باری که افزایش یافته مقام های درمانی غزه میگن که هفت عضو یک خانواده فقط در یک حمله در حملات شبانه به رفع کشته شدن در روزهای گذشته آمریکا هم به دلیل نگرانی از حمله بزرگ, بزرگ زمینی به رفع ارسال بمب اسرائیل رو متوقف کرده چقدر واقعا رفتار بشر ای از طرف آمریکا رفع از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس در از اکتبر گذشته تنها گذرگاه محل ورودهای کمکهای کمک بشر دوستانه به غزه بوده این گذرگاه همچنین تنها مسیر خروج افراد از غزه به شمار میاد حالا مسئله اینجاست که وزیر دفاع آمریکا توقف ارسال بمب به اسرائیل رو تایید کرده در حالی که بمباران شدید در شرق رفع همچنان ادامه داره یعنی به قدر کافی اسرائیل بم داره برای یک با خاک یکسان کردن رفع احتیاج به این نیستش که مثلا آمریکا با این رفتارش که ارسال بمب رو به اصطلاح فعلا متوقف کرده فکر کنه که اتفاق مهمی میتونه بیفته آقای آستین حمایت آمریکا از اسرائیل رو آهنین خونده اما گفته که واشنگتن انتظار داره قبل از وقوع هر گونه درگیری بزرگ اقداماتی برای محافظت از غیر نظامیان در رفع اتخاذ بشه یعنی اینکه با زبون بی زبونی میخواین که رفع رو از ساکنینش خالی کنن مثلا به عنوان اینکه اونها رو نجات بدن و اینا رو کشورهای عربی منطقه رو مجبور کنن که اینا رو بهشون پناه بدن یا یه مقداری حتی شنیده شد که آمریکا قبول کرده که پناهنده قب بگیره از غزه که این مخ با مخالفت هایی در پارلمان و کنگره و اینا مواجه شده و با اینکه آمریکا مدعیه که ارسال بمب به اسرائیل رو متوقف کرده یک مقام کاخ سفید گفته در که نامش رو نخواسته فاش کنه گفته که به یک شبکه آمریکایی گفته که محموله های هایی که ارسال اونها فعلا متوقف شده شامل 1800 بمب 2000 پوندی یعنی 907 کیلوگرمی و 1700 بمب 500 پوندی یعنی 226 کیلوگرمی بوده این مقام آمریکایی گفته که اسرائیل به نگرانی واشنگتن در مورد تامین کمک‌های بشردوستانه برای غیر نظامیان در رفع به طور کامل توجه نکرده و ما مسئله یعنی جالبی که هست اینه که آمریکا از بعد حملاتی که شروع کرده اسرائیل علیه نوار قزه هیچ اقدام جدی برای متوقف کردن اسرائیل انجام نداده حالا آقای جو بایدن گفته که در صورتی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دستور یک حمله گسترده به در نوار غزه رو صادر کنه انتقال تسلیحات آمریکایی به این رژیم متوقف میشه خب یعنی واقعا شما خندتون نمیگیره از این مسئله گفته هوایی حمله بکن دورا دور بوم بنداز ولی زمینی نفرست کسی رو آقای بایدن چهارشنبه شب در مصاحبه با شبکه CNN با اشاره به بمب‌های 2000 پوندی که آمریکا در اختیار اسرائیل قرار داده اظهار کرده شهروندان غزه بر اثر این بمب‌ها کشته شدند به سراحت اعلام کرده که اگر اونها اس وار... یعنی اسرائیل وارد رفع بشه تا کنون به رفع نرفتن تسلیحاتی رو که به طور تاریخی در رابطه با رفع و سایر شهرها استفاده میشه تامین نمی کنیم. آمریکا به تامین سلاحهای دفاعی برای اسرائیل از جمله سامانه دفاعی هوایی گنبد آهنین ادامه خواهد داد اونطوری که آقای بایدن گفته اما در صورتی که حمله زمینی گسترده ببینید گسترده تو پرانتز گسترده میاد یعنی حمله هم هم زمینی گسترده نباشه زیاد بازم زرسیبیلی رد میکنن ارسال سایر تسلیحات رو خاتمه خواهند داد من نمیدونم این... بازی های الفاظی که دفتر کاخ سفید یا خود آقای بایدن و یا سخنگوهاش یا سناتورها یا همه یک کسایی که مدعی این هستن که میخوان اسرائیل هر کاری که میخواد بکنه در منطقه خبر میانه ولی زیاد سر و صدا را نندازه که به اصطلاح در عصر اطلاعات امروزی باعث تشنج افکار عمومی نشه بی سر صدا یعنی واقعا به نظر من این جنایت اخیر اسرائیل در مورد فلسطینی ها و ساکنین نوار غزه علال خصوص ثابت کرد که چطوری در, در طول چند دهه گذشته اسرائیل به چه شکل و فرمی تونسته به صلاح ببلعه خاک فلسطین رو بایدن مدعی شده که اقدامات اسرائیل در رفع از خط قرمز رد نشده <reconnect> یعنی هنوز از خط قرمز رد نشده هرچند که اقدامات این رژیم موجب تنش در منطقه شده شما حساب بکنید و در ادامه هم گفته آنها وارد مراکز جمعیتی نشدند آنچه آنها در مرز انجام دادند درست بوده بایدن با بیان اینکه به, به نتن و سایر مقام های اسرائیل گفته که حمایت آمریکا از عملیات در مراکز جمعیتی, جمعیتی محدود جمعیتی محدود است اظهار کرده به نتانیاهو و کابینه جنگی اسرائیل اعلام کرده که اگر اونها وارد این مراکز جمعیتی بشن حمایت ما رو نخواهند داشت حالا اصلا معلوم نیست مراکز جمعیتی که میگه چیه با اینکه از یه ای طرف هم ادعا میکنه که اسرائیل هنوز خط قرمز رو رد نکرده آقا نوار قصر رو شمالش رو با جنوبش رو با خاک یکی کرده حالا رفته سراغ شمالش شمالش هم داره دورادور با بمباران و هوایی و زمینی داره بمبایی سنگین میریزه رو سر مردم ولی هنوز از دیدگاه آقای بایدن و سناتورهای جنایتکار آمریکایی که همشون مستقیم یا غیر مستقیم جیره خور لابی های اسرائیلی یهودی هستن در آمریکا هنوز میگن اسرائیل از خط قرمز رد نشده لوید آستین وزیر دفاع آمریکا هم گفته که روز چهارشنبه در مجلس سنا که ارسال تسلیحات به اسرائیل به دلیل عملیات رفع متوقف شد و تصمیم نهایی درباره چگونگی سرنوشت این محموله رو هنوز نگرفتیم. آمریکا نمیخواد شاهد یک عملیات نظامی بزرگ در رفع باشه و تمرکز ما روی حفاظت از غیر نظامی هست. از یه طرف دیگه هم متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه شب با بیان اینکه واشنگتن حمله اسرائیل به رفر رو تایید نکرده درباره تعلیق ارسال بمب های 2500 پوندی به اسرائیل خبر داده و گفته که ما یک محموله کمک کوتاه مدت را متوقف کردیم و در حال بررسی کمک های محموله های دیگه هستیم یعنی واقعاً این تهدید بایدن و یا آمریکا باعث شده که الان نتانیاهو خواب و شب از سرش بپره و بترسه که وای 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 اگه من به رفع زمینی حمله گسترده بکنم چه بلایی سرم میارن اینا قصده رو با خاک یکی کردن یعنی این مسخره بازی ها چیه؟ این بازی با جملات یعنی چی؟ اسرائیل مدعیه که تنها دموکراسی در میان است و خیلی هم توتیوار این رو بلغور میکنن این جمله ها رو مخصوصا به اصطلاح اپوزیسیون ایرانی پراکنده در گوشه کنار دنیا در شرایطی که پنجم ماه می با یورشی که پلیس اسرائیل به دفتر اه... که مرکز فعالیت های شبکه الجزیره در اسرائیل بوده فعالیت های این رسانه رو متوقف کردند. یورش پلیس پس از اون روی داده که ساعتی پیش کابینه اسرائیل به اتفاق آرا تصمیم گرفته که فعالیت این شبکه رو در اسرائیل متوقف کنه و دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیری اسرائیل هم الجزیر رو متهم کرده که سخنگوی حماسه یعنی هر کسی که از جنایاتی که اسرائیل داره در منطقه میکنه خبر بده میشه سخنگوی حماس شما دیدید که اصلا با یه دونه وتو هم نه با یه دونه رأی ممتنعی که آن نماینده آمریکا در سازمان ملل به به صلاح یکی از اون قراردادهای پایان دادن به جنگ پیش از یعنی آخری که یه دونه پیش از آخری داد تمام اسرائیل نتانیاهو و نمیدونم وزرای کابینه و نمیدونم وزیر جنگ و اینا همشون کم بود که پاشن تفنگاشون رو بردن و برن و بایدن و و یا نماینده آمریکا در سازمان ملل رو بکشن یعنی انقدر جسور شدن اینا اسرائیل از یه طرف دیگه خبرنگار ورود خبرنگاران خارجی رو به غزه من کرده البته اینکه اسرائیل به اصطلاح الجزیره رو به خاطر شفاف سازی های جنایاتی که اسرائیل در منطقه داره میکنه خصوصا در غزه و یا کل اسرائیل نسبت به فلسطینی ها میکنه همیشه هدف قرار داده کلا الان به اصطلاح گفته که این تصمیم بر اساس قانونیه که پیشتر در پارلمان کنس در کنس این کشور به تصویب رسیده که بنابر این قانون پارلمان اسرائیل به دولت اجازه میده شبکه های تلویزیون خارجی رو که در جنگ غزه تهدیدی برای امنیت ملی به شمار میرن موقتا تعطیل کنند تصمیم به توقف فعالیت های الجزیره باید هر 45 روز یک بار تمدید بشه خب چیزی نیست 45 روز یک بار تمدید میکنن و به این ترتیب اینا دارن سعی میکنن که جنایاتشون در منطقه رو متوقف نمیکنن بلکه از کانال هایی که داره این جنایات به صورت تصویری و صوتی درز میکنه بیرون جلوی اونو میگیرن همین چند وقت پیش اه همزه ال... الداهو... ده خبرنگار البته نمیدونم اسمش رو درست ت... 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 تصف... تلفظ کردم یا نه همزه ال دو خبرنگار و تصویربردار شبکه الجزیره و فرزند رئیس دفتر این شبکه در غزه در حمله اسرائیل کشته شده یعنی یه خبرنگار چ... چقدر خبرنگار در این میونه در حین اخبار جمع کردن کشته شدن آیا اسرائیل پاسخگوی این جنایات هست؟ نه روزنامه نگاران تحت حمایت قوانین بین المللی هستند که بر اساس اون با اونها باید به با عنوان افراد غیر نظامی رفتار شه و در طول درگیری ها از اونها محافظت بشه چون اونها فقط خبرها رو ارسال میکنن ولی چون این خبرها داره هویت صهیونیست در منطقه و هویت سیاست های جنایتکارانه اسرائیل رو شفاف سازی میکنه چکار میکنن یا مامنه میشن از اینکه اونا به منطقه برن یا اینکه دفاترشون رو با اتهامات واهی که نمیدونم سخنگوی حماس هستن و فلان میبندن اسرائیل در سال 2021 در ادامه حملات هوایی به غزه ساختمان محل استقرار دفتر شبکه خبری الجزیره و حتی خبرگزاری اسوسییتد پرس رو هدف قرار داد و این حمله واکنش بسیاری به دنبال داشت و اون زمان اسرائیل اعلام کرد که این ساختمان چند طبقه محل استقرار تجهیزات حماس بوده اما صاحب این ساختمان این موضوع رو نه تنها رد کرده بلکه به هیچ وجه اه نتونسته اسرائیل تا به امروز ثابت کنه این ادعاش رو قطر هم جایی که دفتر اصلی این شبکه در اون قرار داره در هفت ماه گذشته به عنوان میانجی برقراری آتش بس فعالیت میکرده کشور قطر نماینده هاش که میانجیگری این کشور یک بار هم به آتش بس کوتاه مدت و آزادی شماری از گروگان ها در قضه منجر شده ولی اونجا هم بستن و ارتش اسرائیل میگه سه سرباز این کشور در جریان حمله راکتی حماس از نوار غزه به گذرگاه مرزی کرم شالوم کشته شده آی, آی 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 سه نفر کشته شده در مقابل صدها هزار نفر که آواره شدن ده ها هزار نفر که کشته شدن سه نفر سرباز کشته شدن اسرائیلی وای 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 وای, وای. چه جنایتی من واقعا نمیدونم چی چطور میشه آینده خاور میانه کجا و به چه شکلی میشه افسار زد به اسرائیل آیا اصلا یک همچین برنامه ای دارن یا اینکه سعی میکنن برای اینکه مردم فلسطین رو به روزی بندازن که دیگه زندگی رو طوری تنگ کنن به مردم فلسطین که خودشون داوطلبانه خودشون رو به دریا بندازن انقدر که از اونجا نباشن و اسرائیل هم خیلی راحت با بولدوزر خرابی ها رو صاف بکنه و شهرک سازی کنه برای خودش